به گزارش تلویزیون رافدین، یک هلیکوپتر نظامیان مالکی با آتش نیروهای عشایر در منطقه البکر شهر رمادی سقوط کرد. همزمان درگیری‌های گسترده در سایر نقاط استان الانبار و در استان دیالی عراق جریان دارد. به گزارش تلویزیون بغداد، اسامه النجیفی رئیس مجلس و رهبر لیست متحدون همراه با تعدادی از نمایندگان مجلس عراق برای بررسی اوضاع وخیم امنیتی وارد دیالی شد. تلویزیون رافدین گزارش داد نیروهای شبه نظامی سوات و اصائب 15 شهروند را در کوی قادسیه در بخش بهروز اعدام کردند. بنا به این گزارش یک خودروی حامر متعلق به نظامیان مالکی در دیالی به آتش کشیده شد. تلویزیون فلوجه نیز گزارش داد که نیروهای سوات و اصائب بر روی مردم آتش گشودند و مانع بردن اجساد شهروندان کشته شده از صحنه شدند. تلویزیون فلوجه افزود نیروهای عشایر با نیروهای اصائب در شهرستان مقدادیه در شمال شرقی بعقوبه درگیر شدند و خساراتی به آنان وارد کردند. به گزارش تلویزیون فلوجه، علامه شیخ رافع الرفاعی مفتی دیار عراق درباره اقدامات جنایتکارانه مالکی در استان دیالی گفت برنامه فرقه گرایانه مالکی برای راضی کردن اربابانش در ایران و ایستادن در صف آنهاست. همه بنیادگرایان و تروریست ها شریکان او و از جنس او هستند. آنچه که شبه نظامیان اصائب باطل در المقدادیه و بهروز و الخمیسه و ابو سیدا انجام دادند، نه تنها با حمایت و پشتیبانی نظامیان مالکی بود، بلکه با خودروهای دولتی و با سلاحهای دولتی و در مقابل گوش و چشم همه دنیا وارد شدند، کشتند و مسجد محمد را سوزاندند. شیخ رافع الرفاعی افزود آنچه که ما را سربلند کرده انقلابیون قهرمانی هستند که در مقابل این حملات ایستادگی می کنند. به گزارش تلویزیون الغربیه، شیخ احمد سعید از رهبران تحصن دیالی در مورد حملات شبه نظامیان و اعدام مردم گفت این وضعیت طراحی شده است. این شبه نظامیان چگونه و از کجا وارد شدند و مساجد را به آتش کشیدند و به مردم تعرض کردند؟ نیازی به نتیجه گیری نداریم. نیروهای امنیتی با این شبه نظامیان هم دست هستند. تلویزیون رافدین خبر داد در دیالی یک یگان از شبه نظامیان سوات به ستون استاندار دیالی و نمایندگان پارلمان شامل سلمان الجمیلی و ناهده الدائینی و رعد الدهلکی در ورودی بهروز حمله کردند. بنا به این گزارش تبادل آتش بین شبه نظامیان و افراد حفاظت استاندار دیالی و پارلمانترها تعدادی کشته و مجروح بر جای گذاشت. رافدین در گزارش خود افزود یک افسر استخبارات لشکر 17 مالکی و شبه نظامیون اصائب 7 مرد و زن را زنده در منطقه آلبوفراج الیوسفیه در رمادی به آتش کشیدند. تلویزیون الجزیره به نقل از منابع بیمارستانی در فلوجه گزارش داد در آتشباری کور از سوی نظامیان مالکی که مناطق مسکونی را در مرکز فلوجه هدف قرار داده است، 7 نفر از جمله 3 کودک مجروح شدند. آتشباری بعد از هدف قرار گرفتن ستون وابسته به نظامیان مالکی در اتوبان شمال و شرق فلوجه توسط نیروهای عشایر صورت گرفته است. هیئت علمای مسلمین عراق به دولت مالکی نسبت به پیامدهای حمله به علمای عراق هشدار داد و گفت شبه نظامیان سوات شیخ قاسم الحنفی، یکی از علمای معروف بغداد و امام و خطیب مسجد سلیمانیه در منطقه میسان در بغداد را بعد از حمله به منزلش دستگیر کردند. هیئت علمای مسلمین عراق مسئولیت کامل سلامت شیخ قاسم الحنفی را بر عهده دولت مالکی دانست و خواهان آزادی فوری او شد.